بر محمد و حمیت محمد بر السلامات. رئیس جمهور همراه با شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت اینجا در مسجد امام زمان آمده است. رئیس جمهور میگوید که اتحاد و همبستگی میان مسلمانان و مذاهب یکی از پیام‌های قیام حضرت امام حسین بود. ما یک صف هستیم، یا یک ملت هستیم و دین واحد عقیده داریم و هر مذهب ما موجب افتخار است و مسئولیت نگهداریش نگهداری هر رئیس جمهور میگوید که تهدیدهای هراس افغانان بر مسجدها و تکیه خانه ها نمیتواند وی را از کنار مردم جدا بسازد. من امروز یک نمازگزار مسجد امام زمان است. از سوی دیگر برخی از شرکت کنندگان این مراسم از حکومت میخواهند تا وحدت و همبستگی را در عمل نشان بدهد. امروز جامعه افغانستان به همدلی، همگرایی، همدیگر پذیری، ایجاد اخوت و کم کردن فاصله میان اقوام مختلف افغانستان ضرورت دارد. وزیر حج و اوقاف عاشورا را یک مکتب میداند و میگوید که قیام حسینی برای بشریت درس آزادی و عدالت آموخت. هرگز هدف به دست آوردن مقام و منزلت نبود، ولی این پیام را داد که امت جدش و امت پیامبر اکرم علیه السلام به هیچ قیمت نباید تن به ذلت، تن به غلامی و تن به بردگی بدهد. مسجد امام زمان در حدود یک ماه پیش آماج یک حمله هراس افغانانه قرار گرفت. این رویداد حدود 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت.